نمایشگاهی از های متعلق به مجموعه ارزشمند خوشنویسی اسلامی در شهر کتابخانه رضا در شهر رامپور در هندوستان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 36 پرتره مختلف متعلق به آثار خوشنویسی اسلامی شناخته شده از آیات قرآن مجید و اشعار فارسی و عربی که از میان 300 مجموعه خوشنویسی های معروف کتابخانه رضا انتخاب شده اند در برز دیده همگان قرار گرفته نمایشگاه با همکاری مشترک وزارت فرهنگ هندوستان و همچنین وزارت جوانان و ورزش دولت دارالسلام ای و کمیسیون عالی هندی در کشور دارالسلام ای برگزار شده و قرار است تا 25 نوامبر 2017 میلادی ادامه یابد نقم ملک کمیسور عالی هندی در دارالسلام ای این نمایشگاه را حرکتی در راستای همبستگی و دوستی میان دو کشور هندوستان و ای دانست او آثار خوشنویسی به نمایش گذاشته شده را مثال دیگر از ادغام فرهنگ سنکریت و سنتهای هنری باستانی هندی با فرهنگ اسلامی در طول صدها سال و شکوفایی گلهای فرهنگی دانست در همین راستا در دسامبر 2016 نیز نمایشگاهی از آثار هنری اسلامی و آثار باستانی هندی در برون ای برگزار شده بود. پروفسور سید حسن عباس مدیر کتابخانه رزارانپور، جزئیاتی درباره ثروت‌های فرهنگی در کتابخانه از جمله 17 نسخه و کتب دست نوشته ارائه داد و از برخی خوشنویسان شناخته شده که آثارشان در این کتابخانه وجود دارد نام برد وی ابزود هنر خوشنویسی اسلامی هنوز سنتی زنده در هندوستان است و همکنون بیش از 60 واحد مطالعاتی به عربی و فارسی در دانشگاه های هندوستان در حال شکوفایی هستند